وزارت فواید عامه با نشر تصاویر تازه از تونل سالنگ گفته است که در حال حاضر کار کنکریت ریزی در داخل تونل و 16 گالری 100% تمام شده است. فردا چهارشنبه 29 قوس قبل از ظهر تونل سالنگ از سوی مسئولین افتتاح و بروی وسایط نقلیه باز می گردد. انجینیران بخش کانکریت ریزی تونل سالنگ ها می گویند که به خاطر حفظ و مراقبت راه ها مردم ما باید همکاری جدی داشته باشند. به گفته مسئولین فعلا هم تونل سالنگ باز است. البته به کسانی که مریض هستند، توان رفتن از راه خواباک را ندارند و از تونل سالنگ پیاده رفته بتوانند همکاری می کنیم. این وزارت افزوده است که به زودی این شاهراه برای رفت و آمد مسافرین باز خواهد شد. خلاص است، کنکریت خلاص شده، فقط این میار خود پورا کنه، به خاطر از اینکه اصلا وقت از اون باید 28 روز از حساب انجینری باید پورا کنه که خشک شود کنکریت، بعد از او اجازه بتن دیگه. بازم مقاما سرش تصمیم میگرن به خاطر واسه شدن را دیگه. کار ما تکمیل است، بعض پاکوری و یکان کارهای بسیار خرد ریزه مونده دیگه، کار کنکریت کلام خلاص. همچنان مقرره ای که از طرف وزارت فواید عامه ساخته شده فعلا نافذ است، مطابق اون مقرره باید وزن انتقال بدن. در غیر از آن با اینا برخورد قانونی صورت میگیره و ما تمام وسایطی که اضافه وزن باشه در ترازوهایی که در مسیر نصب کردیم متوقف میکنیم. کارهای تکنیکی یک مدت زمان ضرورت داره. شارای سالنگ هم در حدود 85.5 سانتی متر کنکریت گردیده. از لحاظ تکنیکی شما میدونیم که کنکریت به خاطر گرفتن مقاومت خود یا اصطلاح عامیانش کنکریت خود سخت بسازه یک مدت وقت، یک مدت زمان نیاز است. ما انشالله تا چند روز نزدیک یا چند روز کم کار داخل تونل تکمیل میکنیم و تیمای تکنیکی وزارت فواید عامه با رهبری وزارت فواید عامه انشالله مشوره میکنن که بعد از مشوره ما بر هموطنان عزیز ما تاریخ دقیق باز شدن شارای سالنگ اعلان خواهد. محمد رحیم صالح زی مسئول تکنیکی پروژه سالنگ گفته است کار ما نظر به اصول انجینری 28 روز برای کانکریتی که ریخته می شود نیاز است تا که مقاومت خود را حاصل کند. بعد از آن می توانیم که سر او لودینگ بکنیم برای عبور و مرور ترافیک. عبدالعلی قدرت الله امینی والی پروان همچنین گفت به ستندرد بسیار بالا و مطابق به همان خواست مردم افغانستان و چیزی که امارت میخواست انشالله به همان شکل و شیوه این سرک ساخته شده است. از سوی هم برخی از مسافرها و راننده ها میگویند با رسیدن فصل سرما رفت و آمد در مسیر خواباک و شیبر بامیان دشوار است، بنابراین نیاز است تا مسیر سالنگ و زودترین فرصت باز شود. گذرگاه سالنگ، شاهراه مزدحم، دشوار گذر و همچنین راهبردی افغانستان دانسته می شود. این گذرگاه شمال افغانستان را به جنوب کشور وصل می کند. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. درازی این تونل
2700 متر است. کار ساخت آن در سال 1337 هجری خورشیدی آغاز شد و پس از 6 سال در سال 1343 به پایان رسید. این پروژه در زمان صدارت محمد داوود به همکاری دولت شوروی آغاز شد. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای 6 متر عرض بود. هزینه ساخت این تونل 636 میلیون دلار آمریکایی بوده است و با احداث آن فاصله میان شمال و جنوب افغانستان 110 کیلومتر کوتاه شده است. این تونل شمال افغانستان را به جنوب آن وصل می سازد. پیش از ساخت این تونل، تجارت و حمل و نقل از میان کوههای پربرف هندوکش و سختی انجام می شد. وقتو خامش تخمینی نو هغه کې د خلاصو به د دې دوران تاسو معلومه تدارکات پروسی وی بعضی هغه لګو خونیو او کندنکاری دوران کې کم اندازه چې موږ نظر کې نیولې و کندنکاری دا غنه زیات هم کړه موږ چې کار لګ بهتر شي یعنی فاصله چې د چتنه کم سلاب چې شوه دی دا غنه تر سره کا پورې 4 متر 550 سانتی و نو وزارت سره په شریکه باندې دا تصمیمونه چې دا 5 متر نه باید زیات وي.